سلام پیمان کشاورز صد مدرسه در عربی مدرسه مجازی روشنگر شما دانش آموزای گل دهم ده انسانی رسیدیم به درس سوم درس سوم به شیوه دو تا درس قبلیمون در جلسه اولش قرار هستش که با همدیگه اول متن درس رو به لحجه عربی بشنویم المعجم رو بشنویم بعد من اینجا هستم که لغت به لغت با تمام نکات قواعدی که به در ترجمه میخوره براتون چیکار کنم اینا رو حل کنم و در واقع راجبش صحبت بکنیم بریم به سراغ متن درس سوممون و اول از همه بشنویم الدرس الثالث الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء خدا همان کسی است که بادها را میفرستد و ابری را برمیانگیزد و آن را در آسمان میگستراند مطر السمك هل تصدق ان ترى في يوم من الايام اسماكا تتساقط من السماء ان نزول المطر والثلج من السماء شيء طبيعي ولكن ايمكن ان نرى مطر السمك هل تظن ان يكون ذلك المطر حقيقه وليس فيلما خياليا حسنا فانظر الى هذه الصور حتى تصدق انظر بدقه انت تشاهد سقوط الاسماك من السماء كان السماء تمطر اسماكا يسمي الناس هذه الظاهره الطبيعيه مطر السمك حيرت هذه الظاهره الناس سنوات طويله فما وجدوا لها جوابا يحدث مطر السمك سنويا في جمهورية الهندوراس في أمريكا الوسطى تحدث هذه الظاهرة مرتين في السنة أحيانا فيلاحظ الناس غيمة سوداء عظيمة ورعدا وبرقا ورياحا قوية ومطرا شديدا لمده ساعتين او اكثر ثم تصبح الارض مفروشه بالاسماك فياخذها الناس لطبخها وتناولها حاول العلماء معرفه سر تلك الظاهره العجيبه فارسلوا فريقا لزياره المكان والتعرف على الاسماك التي تتساقط على الارض بعد هذه الامطار الشديده فوجدوا أن أكثر الأسماك المنتشرة على الأرض من نوع واحد، ولكن الغريب في الأمر أن الأسماك ليست متعلقة بالمياه المجاورة، بل بمياه المحيط الأطلسي الذي يبعد مسافة 200 كيلومتر عن محل سقوط الأسماك. ما هو سبب تشكيل هذه الظاهرة؟ يحدث إعصار شديد فيحسب الأسماك إلى السماء بقوة ويأخذها إلى مكان بعيد وعندما يفقد سرعته تتساقط على الأرض يحتفل الناس في الهندوراس بهذا اليوم سنويا ويسمونه مهرجان مطر السمك بسیار خوب بریم به سراغ المعجم المعجم هم به همین ترتیب بشنویم بچه و بعد دوباره برمیگردیم و با همدیگه راجع به صحبت میکنیم واژگان پایان درس درس سوم أثار برانگیخت احتفل جشن گرفت ارسل فرستاد اصبح شد اعصار گردباد جمع اعاصیر امریکا الوسطى امریکای مرکزی انطره باران بارید بسط گستراند بعد دور شد ترا می ان ترى که ببینی تساقط پی در پی افتاد التعرف على شناختن فلج برف یخ جمع فلوج حسنا بسیار خوب حیره حیران کرد صحب کشید سما نامید سودا سیاه مؤنسه اسود سنویا سالانه صدق باور کرد حتی تصدق تا باور کنی ظاهر پدیده جمع ظواهر، عبر از راه فيلم فيلم جام، افلام لاحظة ملاحظه کرد المحيط الاطلسي أوقيانوس اطلس مفروش پوشیده مهرجان جشنواره نزول پایین آمدن متنمون و قرار هست که از اول با همدیگه در خدمت شما باشیم درس سوم رو از درس سالس و با همون خدمت رو هر شود که آیه قرآنی که درس با شروع شده داریم شروع میکنیم بارها گفتم دوباره هم دارم تکرار کنم آیه قرآن یا حدیثی که درس داره با شروع میشه جزه مهمترین ها هستند برای اینکه خود کتاب ترجمه کرده و به حال ترجمه اینا از بقیه تو جنبه سوالیشون بیشتر هم هستش الله الذی یرسل و ریاه فتوسی رو سخابن فیبسطهو فستما خدا الله همان کسی است که الله اللذی الذی ها موصوله الذی موصوله میتونه یه جایی معنی که بده یه جایی میتونه معنی کسی که یا چیزی که بده خدا همان کسی است که بادها را از که جمع مکسره مفردش میشه ریح میفرستد یورسلو و بادها که حالا اینجا ها رو نداریم ابری را سحابن برمی انگیزد رو و آن در واقع آن ابر را در آسمان فسما این آن آن را هو در یبس هستش دیگه آن را یعنی آن ابر را در آسمان فسما می گستراند یب سطو بی حالا اینجا بحث فعل ها هم داره که ما امروز اتفاقا یه بحث خیلی مهمی داریم راجع به فعل های سلاسی مزید و سلاسی مجرد که در جلسه آیندهش من به شما خواهم گفت یعنی جلسه دومه درس سوم که اهمیت خیلی زیادی هم داره تو ترجمه هم به شدت اهمیت پیدا میکنه بریم سراغ متن درسمون یه درس بسیار شیرین و زیبا و علمی به اسم مترو سمک یعنی باران ماهی خب چون جمله زیاده ما ترجمهشو میاریم اینجا جمله به جمله میخونم و از اینجا با هم دیگه بررسی خواهیم کرد هل تو صدق و انترافی یوم من الایام اسما تا تساقت و من السماء آیا هل بربر آیا دو تا حرف داریم حرف استفام حل یا ا جفتشون هم به معنی آیا هستن جفتشون هم حرف استفام هستن باور میکنی تو صدق و چه ان و تو آن ان آیا باور میکنی که در روزی فی یامن از روزها من الایام ماهی را اسماکن ببین اسماک جمع سمکه به معنای ماهی اسماک میشه ماهی ها حالا چون نکره هستش یعنی مثلا با تنوین اومده ال نداره جز نشانهای معرفه وجود نداره من یه اینجا یعنی استفاده میکنم میگم ماهی هایی در روزی از روزا ماهیهایی هایی را ببینی انترا که از آسمان من از سما پی در پی میافتند تتساقتو این تتساقتو میافتند چون تو یکی از باب های سلاسی مزید هست برای یکی از وزن های سلاسی مزید هست در مفهومشون پی در پی رو هم داره میگه آیا باور میکنی که در روزی از روزا مایی هایی را ببینی که از آسمان پی در پی میفتن؟ ان نزول المطر و من از سما طبیعیون همانا ان ریزش باران نزول المطر نزول یعنی پایین آمدن اگر برای برف و باران و چیزهای دیگه که از آسمان فرو میرد باشه میتونم بگم بارش میتونم بگم باریدن میتونم بگم ریزش همانا ریزش باران نزول المطر و برف و سلج از آسمان من از سما چیزی اون طبیعی است طبیعی طبیعیون ببین الان اینجا هم شیء اسم نکره است هم طبیعی اسم نکر است که تنوین داره. و چون صفت هستش طبیعی براش من باید یک کدوم از اینها رو در واقع با یه استفاده کنم اون طبیعی یهش مال خودشه خب یا مثلا بعد بگم چیزی طبیعی یا چیز طبیعی مثلا یا یک چیز طبیعی مثلا و یک کدوم از اینها رو به کار برم میگه همانا ریزش باران و برف از آسمان چیز طبیعیه میگه خب خیلی طبیعیه که از آسمان برف و باران بیاد چیزی که طبیعی نیست نیست که از آسمان یه چیزی به جز برف و بارون بیاد مثلا سنگ بیاد مثلا اینجا داریم میگه ای چی بیاد ماهی بیاد ولیکن ایوم که نو ان نرال متر از سمک اما ولیکن آیا ا گفتم یکی ا داریم یکی حل داریم هر دو حرف استفهام هست و هر دو به معنای آیا هستم اما ولیکن آیا ا ممکن است امکان دارد یمکنو که ببینیم ان نرا باران ماهی را متر از سمک میگه اما آیا ممکن است که باران ماهی را ببینیم هل تظن ان یکون از ذالک المطر حقیقتا و لیس فل من خیالیم آیا هل گمان میکنی تظنو و زن میشه گمان کرد اون میشه گمان میکنی ممکن ممکن در یک سر هم باشه گمان میکنن که آن باران واقعی آن باران واقعی باشد که آن باران زاد کلمتر واقعی حقیقتا باشد ان یکون کان میشه بود یکون رو میشه می باشد با ان استفاده میکنم ان یکون میشه چی؟ که باشد که میباشد میگه اما آیا ممکن ها میگه آیا گمان میکنید که آن باران واقعی باشد هل تزنن یکون از الک مطر حقیقتا و فیلمی خیالی فلمن خیالی یعن. الان اینجا همینطور طور ببین مثل اون شیء طبیعیونه خب فلمن خیالی یت فیلمی خیالی یا یک فیلم خیالی خب و فیلمی خیالی فلمن خیالی ین نیست لیسه میگه آیا گمان میکنی که آن باران آن باران یعنی چی؟ یعنی هم باران ماهی واقعی باشد و فیلم خیالی نیست؟ حسنا فنزر اله هازه سوور حتی تو صدق. میگه بسیار خوب حسنا پس ف به این عکس ها اله هازه سوور سوور میشه به این عکس نگاه کن انظر ف انظر میشه فنزر تا حتی باور کنی تو میگه بسیار خب پس به این عکس ها نگاه کن تا باور کنی که داخل کتاب شما عکس ها رو دیدید که باران ماهی اومده رو زمین پر ماهیه و مردم دارن از آسمان ماهی هایی که داره میرزه کار میکنن جمع میکنن باز هم این چون طولانی هستش جمله جمله بررسیش میکنیم انظر به دقتن با دقت به دقتن انظر به نگر در واقع فعل امر هستش انت تو شاهد سقوط الاسماک من السماء تو که حالا اینجا تو که اینجا داره میگه در واقع داخل تو شاهدو دیگه انت تو شاهدو تو انت افتادن ماهی ها سقوط الاسماک از آسمان را من السماء میبینی تو شاهدو تو افتادن ماهی ها از آسمان را میبینی داخل اون عکس ها که ان السماء رو اسما کن گویی که که نه انه گویی مثل اینکه انگار شما قواعدش رو در کتاب دوازدهم خواهید خود گویا که ان که از آسمان از سماعه ماهی هایی اسما کن میبارد تمترو گویا از که از آسمان ماهی میبارند. میبارد یو سمن ناس هازه و طبیعیه مطر سمک مردم الناس این پدیده طبیعی را حاضح ظاهرت و طبیعیه ظاهرت به معنای پدیده از طبیعیه میشه پدیده طبیعی اینجا هم باز دوباره صفت و موصوف داریم این پدیده طبیعی حاضح ظاهرت و طبیعیه را باران ماهی مطر از سمک مینامند یوسما مردم این پدیده طبیعی باران ماهی مینامند جالبه که تو پاراگراف قبلی داره میگه که اینکه طبیعی نیستش که طبیعی نه که, که از آسمان برف و بارون بیاد نه اینکه ماهی بیاد ولی اینجا میگه این پدیده طبیعی چرا میخواد اینجا آمادت بکنه که آقا این یه مثلا چیز خیالی که نیستش که یه پدیده طبیعیه که از نظر علمی هم راجع به صحبت میکنه که چرا این اتفاق میفته مردم این پدیده طبیعی باران ماهی مینامند حیرت حاضه ظاهرت و ناس سنوات فما وجدوا لها جوابن این پدیده حاضه ظاهرت مردم را الناس سالهای طولانی سنوات طویلتن ببین الان سنوات طویلتن موصوف صفته مثل مثلا از ظاهرت و طبیعت که مثلا اینجا داریم میگیم یا که تو پاراگراف قبلی هم یه نمونه دیگه هم داشتیم برای برای حرکتاشون هم باید مثل همدیگه باشه که اینجا حرکتشون مثل همدیگه نیست دلیلش نه که اگر شما جمع مؤنث سالم داشته باشیم مثل سنوات اینجا به جای اینکه ا بگیره ا میگیره پس ما سنواتن نداریم سنواتن داریم به جای ان ان را آوردیم ولی خب صفتش باز به همون شکل داره میاد میشه سنواتن طبیلتن حیرت حاضر ظاهرتن ناز سنواتن طبیلتن میگه این پیده مردم را سالهای طولانی سنواتن طبیلتن حیران کرد حیرت پس ف برای آن لها پاسخی جوابی نیافتن ما وجدو ما اگر به فعل ماضی اضافه بشود میشه منفی ماضی پس ما اونجا فما نداریم که به وجدو اضافه شده ما به وجدو اضافه شده که اون فهم که اونجا جای خودش هستش دیگه میگه این پیده مردم رو سالهای تورانی حیران کرد که چرا از آسمان ماهی میاد و این تکرار میشد برای اینکه هر سال تکرار میشد پس برای اون پاسخی نیافتم یه دو سمت و سمک سنویین آن میگه ها فی جمهوریت الهندراس فی امریکل وستا باران ماهی متر و سمک سالانه سنویین در جمهوری هندوراس فی جمهوریت هندوراس، در آمریکای مرکزی فی امریکل وستا وستا یعنی میانی دیگه میشه اون مرکزی اتفاق میافتد یه دو سو باران ماهی سالانه در جمهوری, جمهوری هندوراس در آمریکای مرکزی اتفاق میافتد. بریم به سراغ ادامهش کتاب رو هم با هم ورق بزنیم که به صفحه دومش رسیدیم که از روی کتاب هم جایگاه جملاتی که داریم میگیم رو بتونیم چکار کنیم ببینیم که کجا هست خب باز طولانی هست و من این رو به این شکل میارم و جمله جمله برای شما میخونم تحت و سحازه ظاهرت و مرتن فسنت احیانن این پدیده حازه ظاهرت گاهی احیانن گاهی احیانن یه مواقع دیگه هم ممکنه گاهی استفاده بشه احیانن نباشه مثلا قد اگر بر سر فعل مضارع بیاد میتونه معنی گاهی هم بده ولی اینجا به عنوان یه قید یه واژه مجزا و مستقل اومده نه اینکه بر سر فعل بخواد بیاد این پدیده هاذه ظاهرت گاهی احیانن دو بار مرتین مرت میشه بار مرت میشه بار اگر مصناش میکنم مرتنگ میشه دو بار اگر بخوام بگم سه بار یا چهار بار یا هر چی وقتی برای چی استفاده میکنم عدد استفاده میکنم که تو درس قبلی راجبش خوندیم دیگه گاهی دو بار مرتنگ در سال فسنت اتفاق میافتد تحت و سو میگه این پیده گاهی دو بار در سال اتفاق میافتد فیلاحظ الناس قیمتا سودا عظیمتا و رعدا و برغن و ریاها قویتا و مترا شدیدا لمدت ساعتین او اكثر مردم الناس ابر سیاه بزرگی قیمتا میشه ابری قیمتا سودا میشه ابری سیاه یا ابر سیاهی قیمتا سودا عظیمتا میشه ابر سیاه بزرگی یا ابری سیاه بزرگ حالا هر کدوم حالا معمولا اون یه رو آخر میاریم یعنی میخوام بگم هم سودا که رنگ هست صفت هست برای قیمت ابر سیاه هم عظیمتا در واقع صفت هست برای چی برای قیمت یعنی من برای یک اسم دو تا صفت آوردم استاد هم ما به این توی عربی میگیم چی تتابع صفات یعنی پشت سر هم اومدن ها, صفت ها. کجا بودیم بعد میگه مردم الناس ابر سیاه بزرگی قیمتا سودا و عظیمتن و رعد و برق و رعدن و برقن و بادهای قوی و ریاهن قویتن بهتر اینجا میگن بادهای قوی و باران شدیدی و مترن شدیدن را برای مدت دو ساعت لمدت ساعتین اگه لی مدت لمدت ساعتین میشد برای مدت یک ساعت حتی اگر عدد رو استفاده نکنم همینو مستناش کنم لمدت ساعتین میشه برای مدت دو ساعت یا بیشتر او اکثره ملاحظه میکنند یلاحظو میگه مردم ابر سیاه بزرگی و رعد و برق و بادهای قوی و باران شدیدی را برای مدت دو ساعت یا بیشتر ملاحظه میکنند پس اینجوری که از آسمان که آفتابی یه فهم همینجور ماهی بیاد ابر و رعد و برق و باران شدید و دو ساعت هستش سپس جمله رو ادامه بدیم ثم توس به حال عرض مفروشتون بالاسماک سپس ثم زمین الارض از ماهی ها بالاسماک پوشیده می شود مفروش میشه فرش شده فرش شده یعنی چی یعنی پوشیده شده توسبه هم میشه می شود اسبه میشه شد توسبه هم میشه می شود پس میگه چی میگه سپس زمین از ماهی ها پوشیده می شود بعد از دو ساعت باران شهید و ابر سیاه و نمیدونم رعد و برق و اینا زمین از ماه ها پوشته می شود الناس لطبخها ها و تناولها ها و مردم الناس آنها را ها اگر داره به یه فعل اضافه میشود این ها زمیر در واقع به معنای چی است در واقع نقشش میشه چی میشه مفعول و مردم آنها را ها برای پختن لطبخ و خوردنشان و تناولها ها در واقع برای پختنشان و خوردنشان که میگیم پختن و خوردنشان یعنی اون شان رو اون زمی رو هست به قرینه لفظی کردیم بر میدارن و مردم آنها رو برای پختن و خوردنشان بر خب بریم ببینیم راز این پدیده باران ماهی چی هستش ها ولل علما معرفت سر تلک از ظاهرت العجیبه دانشمندان العلماء خط اول رو داریم میگیم ما میخوام ازش خط بکشم که شما توجه تو هم جلب شه که این جملات زیاد هستش دانشمندان العلماء برای شناختن راز آن پدیده عجیب برای شناختن راز آن پدیده عجیب معرفت سر تلک از ظاهرت العجیبه تلاش کردن هاولم میگه دانشمندان برای شناختن این رازان پیده عجیب تلاش کردن مسلما عین یه داستان تخیلی یعنی یه فیلم تخیلی هستش دیگه اینی که بینن از آسمان داره باران باران ماهی میباره و برای تلاش کردن که راز این رو بفهمن که چی هستش و ارسل و لزیارت المکان و تعرف علال اسما کلتی تتساقت پس ف گروهی را فریقم که اینجا الان گروهی را که داریم میگیم بازم گروهی به خاطر این کسیش که این اسم رو به شکل نکره داریم استفاده میکنیم برای دیدن مکان لزیارت المکان و شناسایی و تعرف علا ماهیهایی که الاسما کلتی این هم یاد بگیر اگر شما موصول داشته باشی مثل علتی خب و قبلش یه اسمی داشته باشه که ال داشته باشه مثل الاسماک یک هم علتی مثل موصول رو به شکل که ترجمه میکنی هم در عین حال که اون اسم ال داره و باید معرفه ترجمه بشه و باید بدون یه ترجمه بشه در واقع داری با یه ترجمه میکنی ولی اون یهش به مثل اون تنوینه نیست که ما نشناسیمش توی فارسی با یه استفاده میکنیم همراه با کی که اتفاقا میشناسیمش ماهی هایی که اینجوری داریم ترجمه میکنیم کجا بودیم اه، میگه گور پس گروه را بر دیدن مکان و شناسایی ماهی هایی که الاسماک لطی پس از این باران شدید بعد ها زهل امتار شدیده روی زمین علال ارز می‌افتند. تتساقتو و فرستادن و ارسلو فریقا لزیارت المکان و تعرف علال اسما کلتی تتساقط علال ارز بعد حاضر الامتار شدیده پس گروهی را برای دیدن مکان و شناسای ماهی هایی که پس از این باران شدید بر روی زمین میافتند فرستادن چون در, در یک دوره به خصوصی هم داره اتفاق میفته دیگه در یه دوره به خصوصی داره اتفاق میفته از قبل مستقر بودن و آماده بودن که این پیدا رو ببینن و همونجا چیکار کنن تحقیق کنن فوجدو ان اکثر الاسماک المنتشره علال ارز من نوع واحد پس ف یافتند که وجدو ان وجدو میشه یافتن ان میشه که بیشتر ماهی های پخش شده بیشتر ماهی های پخش شده اکثر الاسماک کل منتشره دیدی انتشارات یعنی چی؟ انتشار یعنی پخش کردن من میگم کتاب را منتشر کردم فقط چاپ کردن نیست که من چاپ نمی کنم که بذارم توی انبار که چاپ میکنم که پخش کنم پس انتشار معنای پخش کردن هستش میگه یافتن که بیشتر ماهی های پخش شده علل ارز بر روی زمین از یک نوع هستن من نوعن واحدن ببین اگه واحدن رو نمی آورد میگفت من نوعن بازم میشد از یک نوع اما اگر واحدن رو داره میاره برای اینکه روی یک نوع بودنش داره تاکید میکنه که فقط یک نوع بودن از ماهی های مختلف نبودن ماهی ها فقط از یک نوع بودن روی این یکش داره چکار میکنه تاکید میکنه میگه پس یافتن که بیشتر ماهی های روی زمین از یک نوع هستند، اما شگفتیش الان شروع میشه ولیکن الغریب غریب فل امر انل لیست متعلقتن به میاهل مجاوره بل به میاه المحیط الاطلسی يبعد یب مسافت معتی کیلومتر ان محل سقوط الاسماک اما عجیب ولكن الغریب در این کار فی الامر این است که ان ماهیها ها الاسماک متعلق به متعلقتن به آبهای مجاور به مجاوره نیستند لیست میگه عجیب اینه که درسته ماهی از یک نوع ولی اصلا مال این اطراف نیستن که بعد تحقیق کرد که مال کجاست بلکه بل متعلق به که حالا اون متعلقتن در واقع واسه اینجا میاد متعلقتن به میاه هم بچه ها جمع مکسر ماء هست ما به معنی آب و میاه به معنی آبها بلکه متعلق به آبهای اقیانوس اطلس هند به میاه المحیط الاطلسی میاه به معنی آبها محیط به معنی اقیانوس اطلس محیط اقیانوس اطلس هم که نام اقیانوس هستش درسته؟ که الازی یا گفتم ال داریم و بعدش هم موصول داریم این موصوله به شکل که چه داره ترجمه میشه بلکه متعلق به آبهای اقیانوس اصل اصلا هستن که مسافتی مسافتا به اندازه دیویس کیلومتر معتی کیلومتر معت میشه چی بچه ها؟ میشه صد معتین یعنی من به معت که به معنای صد هست شکار کردم یه نشانه مصنا اضافه کردم یعنی دو تا صد دو تا صد میشه دیویست حالا چون مضاف واقع شده یعنی بعدش کیلومتر اومده مضاف مضاف الیه چون بعدش یه اسم اومده که این بهش چسبیده من نون رو از آخر چیکار کردم حذف کردم نمیگم معتن کیلومتر میگم معتی کیلومتر یعنی 200 کیلومتر مسافتی به اندازه 200 کیلومتر معت کیلومتر از محل سقوط ماهی ها ان محل سقوط الاسماک که فقط اسماکش اینجا در واقع عربی در واقع فقط توی فارسی استفاده نمیشد، دور است یب او دو میگه که اما عجیب در این کار این است که ماهی ها متعلق آبهای مجاور نیستن مال رودخونه ها و دریاهای اطراف نیستن بلکه متعلق با آبهای اقیانوس اصل هستند که مسافتی به اندازه 200 کیلومتر از محل سقوط ها دور است ما هو سبب سبب و تشکیل هاذه ظاهره حالا که فهمیدن اینو میخوان به رازش پی ببرن دلیل سبب تشکیل تشکیل این پدیده هاذه ظاهره چیست ماه و بچه ها ما ماه و ماهیه یا اصلا خود ما یا مازا خب وقتی توی جمله دارن استفاده میشن که درش فعل نیستش خب میگه چه چیزی است چه چیزی است چه چیزی است میشه چیست حالا بجاش من من بیارم میشه چه کسی است میشه کیست ما هو سبب و تشکیل حاضر ظاهره دلیل تشکیل این پیده چیست گرد با مذهب یه دو سا احسار و شدیدون فا یست الاسما به و یأخذها الى مکان بعید و اندما یفقل و سرعته تتساقت و علل عرض گرد باد شدیدی اعصارون شدیدان اصاره میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اصاره یک میور که میگیرید یعنی آب یک میوه رو میگیری از میشه چی میشه آب میوه گیری همشان با همین شکل داری نوشته میشه خب حالا اعصار میشه چی شما چجوره آب میوه رو میگیرید میچلونیش در واقع اینو در واقع به هم دیگه میپیچونید درسته و این آبش گرفته میشه اسارش گرفته میشه و الاساره هم وسیله هست که داره این کار انجام میده دیگه که میشه آب میبگیری اعصار یعنی پیچوندن شکل گرد باده که اینجوری میپیچه میپیچه و حرکت میکنه درسته پس اثار میشه چی گرد باد اصلا فارسیش میگم گردباد یعنی بادی که میگردد بادی که میچرخد پس اثار میشه گرد باد. دیگه فراموش نکن واژه رو واژه واجر دیگه فراموش نکنید گردباد شدیدی اعصار شدیدون اتفاق می افتد یه دو صبح و با قدرت به قوتن ماهی ها را الاسماک به سوی آسمان الاسما می کشد یسحبو بچه یه فعل داریم یحسبو یعنی میپندارد گمان میکند حسبه یه فعل داریم یصحبو یعنی میکشد صحبه اینو حواستون باشه و صحابم ابرم در واقع از همینجا گرفته شده خدمت ترجا با قدرت ماهی به سوی آسمان میکشد یصحبو و آنها را ها در ها به جای دور الا مکان بعیدن میبرد یخذ و الا یخذ الا پس میشه گرفت اخذ الا یعنی میگیره به سوی یعنی میبره میگیرد به سوی یعنی میبرد درسته یا الا میشه میبرد و هنگامی که و اندما سرعتش سرعت او از سرعتش را از دست میدهد یفقدو ماهی ها در واقع حالا اون ماهیار که اینجا ما بعد داخل پرانتز بیاریم دیگه روی زمین علل ارز میافتن سقوط میکنن تتساقتو پس میگه گردباد شهید اتفاق میافتد و با قدرت ماهیار به سوی آسمان میکشد از داخل اقیانوس این ماهیا از توی آب کشیده میشن به سوی آسمان میرن بالا و آنها رو به جای دور میبرد و این گردباد هم داره میچرخه اینا رو داره به خودش میبره 200 کیلومتر به جای دورتری داره میبره و هنگامی که سرعتش را دست میدهد گرد با سرعت شاید دست میده و در ربه این میره مایه ها روی زمین میافتند چون این گرد با تو به طور فصلی همیشه در اون منطقه داره اتفاق میفته پس همیشه مایه های از توی اقیانوس کشیده میشن با آسمان برده میشن و دی حدود 200 کیلومتر بعد که گردباد با سرعت شاید دست میده دیگه اون جنبه در واقع از بین بردن خرابی ها در واقع اون سرعتش باعث میشه که از بین بره و اون از دست میده ماهیها ها به روی زمین میفتن در منطقه هندوراس یعنی این گردبادی که واسه کشورهای دیگه و مناطق دیگه بدبختی به بار میاره برای مردم یه کشور دیگه ای داره ماهی از آسمون براشون میریزه یحتف و ناس به جمله آخر درس رسیدیم یحتف و ناس فلحون به هاذ الیام و یسمون مهرجان مطار سمک مردم الناس در هندوراس فل هندوراس این روز را به هاذ الیام سالانه سنویین جشن میگیرن یحتفلو و آن را خود در یسمونه جشنواره باران ماهی مهرجان مطار سمک مینامند یا سمی سم یا سمونه مهرجان هم بچه داستان جالبی داره دیگه ما توی ایران باستان یه جشن داشتیم مثل جشن مهرگان که جشن خیلی مهمی بود و همچنان هم میتونه باشه در واقع روز مهر از ماه مهر که هنوز هم گرامی داشته میشه جشن مهرگان از ایران باستان باقی مونده مثل نوروز و این واژه از ایران از زبان فارسی به زبان عربی میره وقتی به زبان عربی میره چون مهرگان یک جشن از بین جشن های ایرانی بوده ولی در زبان عربی به معنای جشن و جشنواره به طور مطلق اطلاق میشه مردم در هندوراس این روزا سالانه جشن میگیرن و اون را جشنواره باران ماهی مینامند بسیار خوب اینم از متن درس سمون متر و سمک و اینم که با هم دیگه قبلا دیده بودیم دیگه الموجم رو فقط ما یه خدازمایی داریم که من اسمشو میذارم همچون که بهتون گفتم اسمشو میذارم حولن نس برای که پیرامون متن درسی که الان با هم دیگه خوندیم از ما سوال میپرسه که همینطور که الان دارین در تصویر میبینید اگه نستهیه و خطا حسب نفس درس پنج تا سوال داره که اینجا میگه که با توجه متن درسمون درست و غلط رو مشخص کنیم ببینیم آقا همچین چیزی که الان این جمله یه جمله‌ای که نوشته شده معنی کنیم ببین معنیش چیه حالا با توجه متن درسمون آیا درست است یا غلط است ای نص صحیح و حسب نص درس ببینیم به سراغ جمله اولمون یحتفل اهالی الهندراس به هاذ الیوم شهریا و مهرجان البحر اول معنیشو با هم دیگه ببینیم که چی هستش میگه اهالی هندوراس اهالی الهندوراس ماهانه شهرین که این در واقع شهر به معنی ماهه سنت به معنی ساله سنوین میشه سالانه شهرین میشه ماهانه اهالی هندوراس ماهانه شهرین در این روز به هازل یوم جشن میگیرن یا بهتر بود جای که بگم در این روز بگم این روز را چون اینجا یحتفل و به در واقع میشه جشن گرفتن که این روز را جشن میگیرن جشن میگیرن یحتفل و و آن را در و سمونه جشنواره مهرجان دریا البخ مینامند یا خب همین دوتایی که براتون مشخص کردم دوتا واجهه که مشخص کردم باعث میشه که در واقع این جمله ما جمله غلط به حساب بیاد یعنی در واقع ما میگیم این جمله عربی که اینجا نوشته شده در داخل کتاب که بگین درسته غلط غلطه چرا چون ماهانه نبوده شهریان بلکه سنویان بوده سالانه بوده و اسمش هم مهرجان البحر نبود دیگه این فکر میکنم جمله آخر متن درسمون هم بود همین الان با هم دیگه معنی کردیم بلکه مهرجان سمک هستش دیگه جشنواره در واقع از مهرجان سمک هستش دیگه جشنواره باران ماهی هستش بریم به سراغ شماره دو انما یفقد الاثار سرعته تتساقط الاسماک علل ترجمه شو با هم دیگه نگاه کنیم هنگامی که اندما گردباد الاعصار سرعتش را سرعته از دست می دهد یفقدو ماهی ها الاسماک بر زمین علال از می افتن. تتساقتو که این کاملا درست بود و در واقع این اتفاق میافتاد افتاد توضیح هم راجبش صحبت کرده بود کتاب بریم به سراغ جمله سوممون یه اصل علما من معرفت سر تلک زاخرت العجیبه ترجمه رو نگاه کنیم دانشمندان علما از شناختن راز آن پدیده عجیب من معرفت سر تلک زاخرت العجیبه ناامید شدند یعصا اگر در واقع ناامید شده بودند و اگر راز این پدیده رو کشف نکرده بودن دیگه این درسی که برای ما توضیح داده که به چه دلیل بوده شو این همه راجبش قبلش گفتیم که پس بیدلیل بود دیگه درسته پس قطعا در واقع نامید نشدن و حتی ما میتونیم بگیم نجح علما یعنی موفق شدن یا وجدل علما پیدا کردن وجدل علما معرفت سر تلک ظاهرت العجیبه راز این پیده عجیب را کشف کرده شاید اکتشفه یا کشف میتونیم بگیم حتی هر کدوم از این واژه ها میتونیم اینجا قرار بدیم بریم به سراغ شماره چهار ان نزول المطر و سلج من السما امر طبیعیون همانا قطعا ان نزول باران و برف نزول المطر و سلج بارش باران و برف نزول باران و برف از آسمان من از سما امری طبیعی است امرون طبیعیون به طب دیگه از اینکه از آسمان باران و برف بیاد که دیگه کسی تعجب نمیکنه دیگه چیز طبیعی هست که به وقتش از آسمان باران یا برف بباره و به سراغ پنجمین جمله داریم میریم و آخرین بخش از همین جلسهمون شماره پنج تحت و سهازه ظاهرت اشرم مرات فسنه میگه این پدیده حاضر ظاهره ده بار عشر مرات در سال فسنه اتفاق میافتد تحت و سو که این غلط بود اگر ده سال در ده بار در سال قرار بودش که باران ماهی ببارد ها بعد میدیدیم که دیگه به حال همه دنیا اول که حتما تمام ماهی های دریا هم تموم می شد احتمالا دیگه توی کتابت میگه گاهی اوقات مرتنگ یعنی دو بار در سال اتفاق می افته ولی ظاهرا سالانه اتفاق می میگه گاهی اوقات هم دو بار در سال اتفاق می افته. بسیار خوب بچه ها اولین جلسه درس سوممون که شامل ترجمه متن درس بود و خوندن روی متن درس و واژگان و یه دونه هاولند که داشتیم اینجا تمام شد پیشنهاد من طبق معمول در همه این اولین جلسه های هر درس این است که بعد از اینکه این الان تموم شد شما یک بار کتاب رو باز کنید خودتون ترجمه کنید و بعد هم ببینید با چیزی که من گفتم مقایسه کنید ببینید آیا ترجمه درست انجام دادید و یاد گرفتید کامل یا خیر موفق باشید منتظر شما هستیم در جلسه آینده که قرار هستش که قواعد فوق مهم درس سه رو راجع صحبت بکنیم خیلی زود می‌بینمتون با قواعد درس سوم موفق باشید خدا نگهدارتون